بیش از 20 خبرنگار و کارمندان صحی ساعت آمه بلخ اینجا گرد هم آمدند تا روش‌های مراقبت از مبتلا نشدن به ویروس کرونا در جریان فعالیت‌هایشان بیاموزند. این کارگاه آموزشی از سوی ساعت آمه بلخ برای آشنایی بیشتر خبرنگاران با کرونا و خطرات ناشی از آن در شهر مزار شریف را اندازی شده است. تصمیم به این گرفته شد که دو نفر از متخصصین بسیار ورزیده ما در بخش روابط عامه تشریف بیارن ولایت بلخ و یک برنامه عمومی که مرتبط به کووید 19 باشه و ای که رسانه های محترم که تا این دم همیشه همکار ما بودن فقط چطور میتونن که هرچی بهتر خوبتر و هرچی بهتر برنامه های مربوط به کووید 19 و طبعا دستاورده و چالش ها را چطور بتونن انعکاس بتن در کل امروز تنظیم شد و خوشبختانه که قسمت زیادی از همکاران رسانه ما در حضور داشتن. در همین حال محمد وعید مایار مشاور ارشد وزارت صحت عامه کشور که برای شریک سازی دانش طبی با خبرنگاران بلخ به مزار شریف آمده است بر نقش رسانه ها جهت آگاهی دهی از خطرات برخاسته از ویروس کرونا تاکید می کند. خواستم که رسانه محترم چیزی که من درک کردم بود که معلومات کافی در مورد ویروس کرونا طرز سرایتش چطور تداوی میشه واکسینش به چه شکل تاثیر خواهد گذاشت یک به کمک بعض از دوستا چند سشن ما در کابل داشتم که بسیار علاقه من داشتم باز خواستم که در ولایت زیبای بلخ هم با همکاران معرفی شویم خواستم از نزدیک بیم ببینیم با ژورنالیست‌ها که امروز بسیار آموزنده به من بود تا از چالش هایی که شما داشتن در قسمت اطلاع رسانی و سهم خدا که ادا کردن در قبال مردم و وطنتان که ستوده نیست. با این حال شماره از خبرنگاران بلخ را اندازی این برنامه را برای ظرفیت سازی آنان و جهت مبارزه و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا مؤثر بیان میکنند. برنامه ظرفیت سازی خبرنگاران در عرصه گزارش دهی کرونا ویروس کرونا و خطرات او در جامعه خیلی مفید است. چرا؟ چون یک خبرنگار میتونه که افکار عمومی را به نحوی به سمت و سوی مثبت شدن و یا منفی شدن سوق بده و در رابطه با کنترل این ویروس مفید باشه. از وقتی که مثلا ما با ویروس کرونا مثلا اطلاع رسانی میکنیم و مقابله میکنیم اولین روزی است، یعنی اولین باری است که ما ورکشاپ را میبینیم که برای خبرنگارا دایر شده و اینا بر ما مو اصلاحاتی که مثلا طبی است، مثلا ما در گزارش مثلا شاید با مشکل مواجه شیم، امروز سانس میره بیاموزیم و خیلی ها خوب بود و درباره ویروس کرونا بیشتر دانستیم و فهمیدیم که چگونه میتونیم از این گزارش تهیه بکنیم و بر مردم اطلاع رسانی بکنیم. از آغاز شیوع ویروس کرونا در کشور در کنار مسئولان صحی رسانه ها همواره جهت آگاهی دهی از خطرات ویروس کرونا به مردم تلاش کردند اما به دلیل عدم آگاهی خبرنگاران از روش های جدی برای مبتلا نشدن به این خطر برخی از آنان به ویروس کرونا مبتلا شدند.